ماهیت بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان چیست؟ بیاین همین رو با زبانی بسیار ساده یک بار میگیم که بحث بین تاجیکستان و قرقیزستان از چی عبارت است. اگر بخوایم اوریان گپ بزنیم، همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، همین روز، همین سال، 211,000 گکتر زمین از حساب حدود جمهوری تاجیکستان در اختیار دولت همسایه جمهوری قرقیزستان قرار دارد. 211,000 گکتر. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان 23 سپتامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده، همین رقم 211,000 گکتر را در سطح جهانی همچون رقم رسمی نظر تاجیکستان بیان کرد. این 211,000 گکتر زمین در کجاست؟ ببینید، در بحث‌های مرزی ما بیشتر بحث واروخ رو میشنویم، بحث خواجه اعلی، بحث اسفره رو میشنویم و گمان میکنیم که همین بحث همون جاست فقط، ولی بحث خیلی وسیع‌تر از اسفره است. ما پیش از ما کلانترین قطعه زمینی که از حساب زمین‌های قانونی تاجیکستان در اختیار قرقیزستان است، این قسمی از جماعت خستورز ناحیه بابوجان و فروخ، یعنی سابق خوجند. یعنی اگر شما از زمین ناحیه خوجند قد قد راه روید، اون طرف راه همش قرقیزستان است، در خستورز، خستکوز نام دارد. همین اون طرف راه مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش همش تاجیکستان بود. در نمیجا 84,000 گکتر، یعنی نصف جماعت خستورز رفته است به اختیار قرقیزستان. اونا آمده رفتن همین راه موشین، حتی لبلبی آبانبار قیرقو میرود یک بخشش. یکی همین از همین راه این طرف قرقیزستان همونجا پست مانده است و این راه حساب کرده از زمین های قرقیزستان. این یک پوره کلان در اوج از خستکوز. اون پوره کلان که قریب در بارش گب زده نمیشد، ما 56,000 گکتر در ناحیه کوهستان مسچو داریم که در اختیار قرقیزستان است. در ناحیه کوهستان مسچو چرا این منطقه خاموش است؟ چون که همین منطقه اندرات که از ناحیه کوهستان است یک جنگلزار و کوهسار است. بنابراین 56,000 گکتر از حساب زمین های ناحیه مسجد کوهی است. این دو. الان که سوم 61,000 گکتر از حساب شهر اسفره. وقتی میگیم از حساب زمین های شهر اسفره، نه به معنای از حساب زمین های خود شهر اسفره، به معنای تمام یعنی منطقه ناحیه اسفره. در اونجا 61,000 گکتر است از حساب جماعت واروخ، چارکو، سور، سه جماعت اساسی و جمعاً باز یک 10,000 گکتر دیگر در روی جبارسول و سپیتامین بزن بخشو در کانی بودم بخشوی خود خوردی بحثناک است. جمع یعنی همین می شود 211,000 گکتر. همین 211,000 گکتر می شود 2,110 کیلومتر کوادراتی. یعنی حدود شهر دوشنبه 200 کیلومتر کوادراتی است. با قشلاقاش او از ورزاق تا چوریکران و تا حضرت مولانا و همه همش. پس همین حدودی که قرقیزستان در دستش دارد بیش از 10 برابر حدود شهر دوشنبه است. 10 برابر حدود شهر دوشنبه با همون ناحیه های اضافه شده اطراف. او تقریبا از نیمی وحدت تا نیمی حصار میشه یک دوشنبه حاضره. یا اینکه در مثال کشورهای خارجی گیریم، مثلا قریب برابری حدود کشور لوکسمبورگ در اروپا. یعنی کشوری از بحرین 600,000، یعنی دو برابر حدود بحرین، دو برابر حدود سنگاپور،
یعنی قدر گپ در بوره یک سرزمینی بسیار کلان میرود. این خیلی نیست که گپ در بوره همه چهارراهه وروخ باشد و یا در بوره جماعت وروخ یا دهه مثلا خواجه اعلا باشد و با فکریم که همون قدر بحث است. بحث و قدر نیست. یعنی بحث در بوره این قدر حدودی کلان میرود، حتی اگر حدود شهر خوجند و شهر اسفره و شهر کانیبودوم یک جا جمع کنیم با نوحیه ها و دهاتش هم قدر می شود. بنابراین یعنی یک بحث بسیار کلانی مرزی وجود دارد. و اون ماهیت امروزه بحث همین است که تاجیکستان پس از کسب استقلال به طور بسیار طبیعی منطقی حقوقی طلب دارد که همسایه عزیز همین زمین ما را که در دوره شوروی برای استفاده موقتا داده شده بود بازگرداند. تمام این ماهیت بحث. یعنی تاجیکستان از قرقیزستان حتی یکان سانتیمتر زمین طلب ندارد. ما به زمین اینا نه نیاز داریم نه طلب داریم، بلکه ماهیت همین است که همین 210,000 هکتار رو که باز میگیم چقدر به دست شورد همین رو اکنون پس گردانید. اون کشور همسایه با هزار سبب ها این رو پس گردوندنی نیست. همین ماهیت بحث. 602 کیلومتری همین سرحد علامت گذاریش است. اومن سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه سوخ تا مرغاب جمعا 990 کیلومتر است. یعنی قریب 1000 کیلومتر. 987 کیلومتر است. 13 کیلومتر کم 1000 متر. یعنی قریب 1000 کیلومتر سرحد داریم با قرقیزستان. از همین 1000 کیلومتر 602 کیلومترش بحث ندارد و سازشنامه پیشکی در این باره امضا شدگی است، یعنی موافقه شدگی است. اما به سبب که 39% دیگرش بحث نکرد جانب قرقیزستان همون 61% هم امضا نمیکنه، ولی در 39% دیگری مرز بحثی این است که است از ماست از شماست ادامه دارد. اکنون به درون همین بحث اگر بیاییم چرا نزاع می شود؟ چون که اینجا منطقه هاییست که مردم ما زندگی می کنند و چند عامل نزاع هست. بینید یکم عامل از همه کلان نزاع این زمین است. دو نوع زمین، زمینی برای استقامت، زمینی برای کشاورزی. دوم عامل چراگاه است. سوم مسئله راه، هم راهی به وروخ هم همه جا مسئله راه. چهارم مسئله برق، سیمی برق. پنجم مسئله آب، بسیار مهم است. تقسیم دریای اسفره، تقسیم آب در همه منطقه ها، ولی مشخصا اون چه بسیار میره. ششم مسئله گذرگاه، من این روی ماشینی همین گذرگاه حتی عادی انسانی، مثلا در این دهه خوجه اعلا خانه های خیلی نزدیک نزدیک بینی همان که حتی از همین خانه همسایه خواهی خانه او همسایه روی از حدود قرقیزستان میگذری، برای همین نمیموند. اینا برای رفته ها با بولوی قشلوغ با همین خانه همسایه میبیایی. خلاصه روی گذرگاه، روی ماشین دیگر است با روی گذرگاه درون. و یک چیزی که بینید چقدر دردناک است، مثلا قبرستان. ما سه مورد داریم که قبرستان های اجدادی مردم ما اکنون شدن حدود قرقیزستان. از اونها در این خستورز دو مورد هست. مثلا قبرستان از راه اون طرف بودن در طول 100 سال، چند صد سال همه گذشتگان این مردم اونجا خاک شدند. اکنون مردم مرز کشیده است، میگه این قرقیزستان است. دیگه اگر خواهد حتی سر قبر پدرش رفته یک دعا کند باید ویزا گیره قرقیزستان را، یا اونها ممکن است که روید. حالا که به چشم دیده میشه که این قبر پدر اینه 100 متر اون طرف، ولی رفته نمیشه.
یعنی اینجا فوجیه یعنی خیلی انسانی هم هست بود. این هم خیلی مسئله ها باعث میشه که وقتی انسان ها با این مسئله رو برو میشن اون نو بسته از سیاست دولت، نو بسته از مسئله سیاسی، اون مثلا میخواد سر قبر پدرش رود دو قرقز او رو میزند بسن. این میشه نیز آغاز. یا که او فرزندش میخواد به همه راه نزدیک مکتب رود رفته به او بولو قشلاق نره همه خیلی گذاره. این گذاره میگه که از محله قرقز رو گذشته شما سرحد و ایران کاری میزند. یا که مثلا میخواد پولیزش آب تیر آبی که هزار سال هفت پشتش از همه آب آب داده است بگه این آب قرقزستان است میبنده میشه نزا. یعنی نزاها در محیط واقعی زندگی مردم جریان دارن. ماهیت اولش سیاسی نیست، لیکن وقتی که این جانب قرقزستان این مسئله رو چنین کرده است، هر یک نزا اکنون میشد بحث بین دولتی. جانب قرقزستان به جایی که در همین مسئله یک سازش و یک تفاهم کنند، یک دو قدم جدی مونده است که ما مثلا همچه تحلیلگران میگیم که همین نشان میدهد که همین زمین ها رو دادنی نیست. سه مثال میارن که چه خیلی میفهمیم دادنی است. اول اینکه همین زمین ها اکثرشان بدن جزئی ولایت اوشی جمهوری قرقزستان. سال 1999 دولت قرقزستان یک ولایت نو تاسیس داد با نام ولایت بودکند. ولایت بودکند نبود. انا اعظمی حساب زمین های عزیزان به تاجیکستان گرفتن اکثرا شد ولایت بودکند. یعنی ولایت بودکند بیشتر همی زمین ها رو فراموش کرد. دوم یک قانون بسیار مخصوص قبول کردن همی سال 21 یعنی دو سال پیش یک سال پیش در باره مقام مخصوص ولایت بودکند یعنی در همی قانون نوشته است که هر شهروندی که رفته در ولایت بودکند زندگی کند، تجارت کند، خونه کند، از همه اندازها آزاد. در این بند 14 همین قانون داشته است که دولت باید تمام شرایط را به وجود بیارد که مردم رفته در بودکند زندگی کنند. پسیوکه ها، قشلاق ها، دهه های اهالی نشین نوی قرقیزی اونجا به وجود بیاید. و اگر یک کارمند، یک معلم رفته در بودکند معلم شود، معاشش دو برابر. یک دختر رفته در اونجا کار کنه، معاشش دو برابر. یک سربازی که در ولایت بودکند خدمت میکنه، معاشش دو برابر، یک افسر. پس همین معنوش که این اینجا را دودنی نیست، بلکه قوی کرده استوده است. چرا این مسئله مهم است برای قرقیزو؟ چون که همین جغرافیای جابجایی مردم خودش میگوید که این منطقه تاجیکان است. چرا؟ چون در این سه جماعتی که در سرحد بودکند داریم، جماعت واروخ و چارکو و سرخ، بیش از 100,000 نفر تاجیک زندگی میکنند. 104,000 تقریبا. اما در همین میان همگی 6,000 نفر قرقیز است. پس همین 6 کجا و 105,000 کجا؟ الان نشون میده که اهالی اینجا کی هست. و این 6,000 قرقیز هم در همین 30-40 سال اخیر آورده شیونده. باز ما وقت شما میگیم مثلا سال 75 سال 70 شما یک جماعتی همونجا کاغذاشا برداری، حتی یک شهروندی قرقیز، یک شهروندی قرقیز تبور نیست در حجتاش، همش از سال 70 80 بعد پیدا شده. بنابراین اهالی تهجایی اونجا که 90% زیاد رو تشکیل میکنه در اون وادی تاجیکان هستند. بنابراین قرقیزستان میگه که برای تشکیل کردن دهه های قرقیزی اینا مواد ساختمان، اینا امتیاز، اینا از اندوز آزاد، اینا راه،
روید اونجا معاش دو برابر بهترین مکتب بهترین خانه همونجا میسوزن حتی زندانیان رو یعنی که اگر همین رفته در بودکن زندگی کنی آزاد یعنی به یک طریق همینجا رو اهالی نشین و قرقیز نشین کرده و از همه مسئله سنگین که من همین تقریبا دو ماه یا یه ماه پیش 20 اکتبر سال 2022 قانون نو جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردن اهالی ولایت بدکند رو اجازه داد یعنی عملا به اینا سلاح داد که مثلا شما اینجا همچون حالی ما قرارداد میکنیم که مثلا باید دو طرف قوه های هر میشه ای سرحد چند کیلومتر دور نگاه دارد و قوه هر میشه که بیرون بره همه اهالی قشلاق خودش به یک ارمی تشکیل تبدیل داده است قانونش باز اجازت میتونم قانونی که از 20 اکتبر 22 قبول شد دقیقا اجازت میدهد که اهالی نزد سرحدی ولایت بدکن با سلاح آتش فشان یعنی افتمات پلمیوت میتر تأمین کرده شوند من قانون یک دولت دموکراتی فرض همین سه چیزی که گفته یکی تاسیس این ولایت یکی از این امتیاز و سه من این مسلح گردانی اهالی اینا نشون میدهد که یعنی همسایه عزیز این زمین ها را به آسانی دادنی نیست طبیعی است که تاجیکستان هم همچون کشوری صاحب این زمین ها طلبش را ادامه میدهند از این جامعه ما باید بسیار متحد آماده و در اطراف موقع دولت استوار باشد